راجبه توی این پست راجبه مربای زنجفیل و مربای حلیله گفته بودم که برای چیا خوبه، خیلیشون پرسیده بودن که چطوری درست میشه. یه توضیح مختصری داده بودم ولی الان براتون یه پست گرفتم که بتونید راحت درست بکنید، چون درست کردنش نیاز به زمان داشت. من دیگه فقط براتون توضیح میدم. این ریشه های زنجفیل تازه رو میگیرید، قطعه قطعه میکنید به مقداری که دوست دارید، پوستش هم قبلش باید بکنید، مثلا به اندازه حبه قند خوبه، و این رو با آب برنج میجوشونیدش، یکی دو ساعت بجوشه، بعد آبشو خالی میکنید میریزید دور، میذارید توی آب سرد، یک ماه باید بمونه، هیچ نمکی چیزی هم بهش اضافه نمیکنید. بعد از یک ماه آبشو میریزید دور و بهش عسل اضافه میکنید، عسل کف گرفته، یعنی عسلی که بجوشه. اینی هم که میگن سمی میشه کامنت نذار، اصلا چیز غلطیه، سمیتی وجود نداره، آنزیم های فعال داره، تو حرارت آنزیم های فعالش از بین میره، چه اتفاق دیگه ای نمیفته و سمیتی اصلا در کار نیست. و بعد وقتی که با عسل ریختی توش و کف کرد، کفاشو ریختی دور، این دیگه یه مقداری شفاف میشه. یه اصطلاحی داریم قدیما بهش میگفتن دیگ‌ابزار، یعنی چیزایی که طعم دهنده است، معمولا یه چند تا دونه هل، میخک و یا پونه خصوصا بهش اضافه میکنن و این رو میجوشونید تا قشنگ غلظت پیدا بکنه و بعدم که دیگه کفش گرفته شد کامل و این طعم دهنده رو بهش اضافه کردید، میتونید سرد که شد ازش استفاده بکنید. و اما مربای حلیله هم همینطوری، حلیله هم میذارید یا زیر ماسه توی دیگ مسی سفید شده، یک ماه میمونه، رطوبت باید داشته باشه. ببخشید، حلیله یه ماه نمیخواد بمونه، حلیله 4-5 روز بمونه بسته، ولی 3-2 روز باید بذارید. هر 2 روز یه بار باید کلن آبشو بریزید دور، از تو ماسه ها در بیارید، بشوریدشون، بعد دوباره بذارید زیر ماسه، ماسه رو بذارید روش و ماسه ها رو مرطوب نگه دارید، نباید آب روی ماسه ها باشه. دیگه روز ششم اینا قشنگ یه حالت محرا پیدا میکنن، یعنی آب قشنگ میبینی بهشون نفوذ کرده، پف کردن. از زیر ماسه در میاری و میشوریشون، تمیزشون میکنی، ماسه ازش خارج بشه اگر که لاولوش چیزی هست، و بهش از همون طعم دهنده ها مثل حلیله، مثل میخک و هل و دارچین و خدمت درس کنم که بگو دیگه، پونه اضافه میکنی و این رو توی کیسه پارچه‌ای میذاری. عسل کف گرفته، یعنی عسل رو میجوشونی، کف میکنه، کفاشو میگیری میذاری کنار تا جایی که دیگه کف نکنه، با حرارتش باید ملایم بشه ولی رنگ عسل تیره میشه. این موادتو میذاری توی کیسه، یکی دو ساعت میمونه، در میاری میچلونی تا قشنگ اون طعم دهنده ها به خورد حلیله بره، و این کارو چند بار تکرار میکنی. بعد حلیله ها رو میندازی تو عسل، میجوشونی تا قشنگ مثل مربا بشه، و بعد میریزی توی شیشه. روزی یه دونه شو بخورید کفایت میکنه. الان دیگه دمت گرم بزن دیگه.